کسی بود که میخواست قانون کار را به نفع طبقه کارگر تغییر دهد و خود را فیلسوف زندگی توده ها میدانست. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان چپگرای ایرانی، صبح امروز به علت ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. به کار بردن واژه هایی که یک کم تا هاجومی خشونت آمیزه جای خودشو به واژه هایی که این تصاویر اختصاصی بی بی سی از فریبرز رئیس‌دانا در اوایل دهه 80 شمسی در جلسه کانون نویسندگان ایرانی که بعد از قطع‌های زنجیره‌ای تشکیل شد. او استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کانون نویسندگان ایران بود و تحصیلاتش را در سطح دکترای رشته اقتصاد و علوم سیاسی در لندن گذراند. آقای رئیس‌دانا 71 سال سن داشت. او مدافع سرسخت اقتصاد سوسیالیستی بود و اقتصاد ایران را یک اقتصاد سرمایه‌داری می‌دانست. گروه دیدگاه‌های اقتصادی او را آرمانگرایانه می‌دانستند، ولی خودش معتقد بود که انسان‌های آرمانگرا مهم‌ترین شخصیت‌ها برای تاریخ بشریت هستند. فایده‌گرا نیستم که به خاطر نتیجه‌ای که به دست میارم مبارزه کنم. من به اون راه اعتقاد دارم. من فقط برای این ساخته شدم که آگاهی برسونم، برای یک جامعه بهتر امید ببخشم و به توده‌ها بگم سر تسلیم فرود نیاورند. من برای این ساخته نشدم که برای کسب قدرت پوشالی گذرای احمقانه تلاش بکنم، بعد با این حزب و اون حزب بسازم، با این شخصیت و اون شخصیت پستی بگیرم یا جاسوسی بگیرم یا پول بگیرم. کاراکتر من که میپرسید کاراکتر آرمانگراست و من کاراکترهای آرمانگرا رو ضروری ترین کاراکترها، ضروری ترین شخصیتها برای تاریخ بشری میبینم. اونها مردم رو منحرف نمیکنن، اتفاقا تسلیم گرایانن که مردم رو منحرف میکنن، میگن به همونی که هست باید بسازی. قرار نیست چیز زیبایی در دنیا وجود داشته باشه تا من ازش تقلید کنم. قرار آرزوی بزرگی وجود داشته باشه. فریبرز رئیس‌دانا به دلیل مواضع سیاسیش بارها احضار و بازداشت شده بود. او اواخر پاییز سال 89 هنگام آغاز طرح حذف یارانه‌ها بعد از گفتگویی با تلویزیون بی بی سی فارسی بازداشت شد. این روشی که دولت احمدی نژاد گرفته پیامد مثبتی برای توسعه بلند مدت اقتصادی نداره. پیامد مثبتی برای رفاه همگانی نداره. اقتصاد را اگر بر حسب رفاه همگانی، توسعه بلند مدت، توسعه همه جانبه تعریف بکنیم، این سیاست نفعی برای او نداره. اما این سیاست میتونه به این دولت کمک کنه. به دولت‌های قبلی هم این سیاست میتونه کمک کنه. چرا؟ برای که دولت‌ها در واقع چهارچوب‌های اقتصاد مردم‌گرا رو پیش نگرفتن، بلکه میخوان بخش‌هایی از بخش خصوصی و سرمایه‌داری دولتی که متعلق به خودشونه، مثلا الان سرمایه‌داری نظامی، در گذشته سرمایه‌داری روحانی، اونها میخوان برنده بشن. آثار بلند مدت این به زیان مردم هست، اما دولت خودش هم در هر چه هست با توجه به اینکه ابزارهایی رو در دست داره مقابله بکنه با نارضایتی‌ها. این ابزارها کدامند؟ یکی اینه که الان 40,000 تومان به ازای هر فرد به حسابشون میده، فردای روز تهدید میکنه که من این پولو نمیدم، فردای روز اگه پای صندوق نروی میگوید که قطع میکنم، و مردمی هم که 40 میلیونش در انتخابات قبلی به هر حال شرکت کرده دیگه، حالا تقلب شده یا نشده، ولی شرکت کرده و هزاران از توفی رای داده. اما بگذارید با کسی صحبت کنیم که آقای رئیس‌دانا رو از نزدیک میشناخت. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، که از دوستان، همکاران علمی و پژوهشی در حوزه فقر و نابرابری اجتماعی و همچنین از همبندان پیشین فریبرز رئیس‌دانا در بند 350 زندان اوین بود. آقای مدنی، خوش آمدید به برنامه. از میراث آقای رئیس‌دانا در فلسفه و اقتصاد ایران شروع کنیم. با سلام. به قول سایه روان، این چه رازی است که هر سال بهار با عزای دل ما می آید. فهم که در این شرایط سخت و دشواری که جامعه این روز انبوهی از اخبار سخت و یار بد رو می شنوه، خبر فوت مرحوم دکتر هم بشنویم که فراتر از طاقت و توان ماست. باید در این مورد تسلیت گفت به خانواده، دوستان و رفقا، که زحمتکشان و کارگران ایران که یکی از پیگیرترین حامیان خود از دست داد. میراث دکتر رئیس‌دانا رو
شاید بشه که لااقل از زاویه دید من به سه بخش تقسیم کرد. اول او شخصیت کاملا انسانی داشت، انسان محور اصلاح فعالیت ها و تلاش های اون بود، همه چیز را از زاویه حفظ کرامت و شخصیت انسان میدید. به همین دلیل هم رفتارش پیش از اون که وجوه سیاسی یا اجتماعی داشته باشه در وهله اول انسانی بود. تقریبا کمتر خانواده زندانی سیاسیه که به یاد نداشته باشه که در طول دورانی که عزیزانشون در بند بودن دکتر رئیسانا به اونها سر زده و به اونها انرژی داده. در جریان زلزله بم بسیار به صورت غیر منتظری دکتر رئیسانا نقش بسیار مؤثری داشت و با همکارانش، با دوستانش ستاد یاری بم رو تشکیل داد که کار از وظیفه اصلی این ستاد این بود که کودکان بی سرپرست بم رو در واقع حمایت کنه و کارهای مؤثری اونجا انجام داد که فراتر از در واقع رشته و تخصص او به عنوان یک اقتصاددان بود. ولی در این حال دکتر ایستانا علاوه بر یک انسان، یک استاد و همکار پژوهشی بسیار توانا بود. بی تردید دکتر ایستانا در تعمیق شناخت فقر و نابرابری در ایران و اقتصاد سیاسی ایران سهم ارزنده و مهمی داشت و به همین دلیل هم در حوزه اقتصاد از او کتاب‌هایی به یادگار مونده. بررسی‌های کاربردی توسعه اقتصاد در ایران تقریبا 5 جلد یا 6 جلد کتابیه که او درباره اقتصاد ایران و دیدگاه‌هاش نسبت به اقتصاد ایران نوشته. فرق در ایران، رویکرد و روش در اقتصاد ایران. اما نکته برجسته مهمی که دکتر رئیسانا داشت به عنوان یک محقق و یک استاد اقتصاد این بود که فقط با دغدغه‌های کلاسیک و دانشگاهی وارد اقتصاد نمی‌شد، بلکه دغدغه اجتماعی هم داشت و به همین دلیل هم مطالعات خاصی رو و بین رشته‌ای رو در این زمینه انجام داده بود. از جمله به اصطلاح یکی از اولین مطالعات رو راجع به اقتصاد مواد مخدر در ایران انجام داد. مطالعاتی راجع به کودکان کار داشت و همینطور در مورد معلمان چند شغله و حوزه‌های دیگه مطالعاتی که او رو متمایز میکنه از اصلاح اساتید همعصر خودش. آقای مدنی، آیا هیچ تحولی در دیدگاه‌های اقتصادی او در سالیان در واقع زندگیشون دیدید؟ بسیاری معتقدند که بسیاری در جوانی چپ هستند و کم کم با بالا رفتن سن به راست گرایش پیدا میکنند. آیا شما تحولی دیدی در آقای رئیسان؟ اگر کوتاه ممکنه. تقریبا با قاطعیت میشه گفت که دکتر رئیسانا تا آخرین لحظه خودش رو یک سوسیالیست دموکرات میدونست و روی دغدغه‌های عدالت طلبانش تاکید میکرد. در همین سالهای تقریبا 1-2 دهه اخیر که فضای سیاسی ایران مملو شده بود از افکار لیبرال، او همچنان تاکید میکرد بر عدالت و حقوق زحمتکشان و در این حال تاکیدات خاصی بر مسئله دموکراسی داشت به عنوان عضو کانون نویسندگان، علیه سانسور، علیه در دفاع از آزادی بیان و همینطور اجرای حقوق بشر تلاش فراوان میکرد. در این حال هم شاید بتونم بگم که اون چه که بیشتر تقویت شد در افکار اون تاکید بر به اصطلاح وجوه ملی او بود. به شدت مصدقی بود و به شدت بر استقلال و تمامیت ارضی ایران تأکید داشت و اینها در واقع از او یک شخصیت ممتاز می‌ساخت. متشکرم. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی از تهران با ما. و اما فریبرز رئیسانا از دوستان نزدیک احمد شاملو بود. این شاعر او رو صدای گویای افسانه روح زندگی نسل‌های مبارز و رهایی جو می‌دونست. گذشتم زمانی که بر مسیح مصلوب خیش به مونگ می‌نشستیم که اینک هر زن مریمی است و هر مریم را عیسایی، بی تاج خار جزتا عیسایانی همه هم سرنوشت هم دست با نان و شوربایی به تساوی که برابری گرانبهاترین میراث تبار انسانیست.